سخنگوی شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد هشت عضو یک خانواده عضو گروه تروریستی سنی های تندروی داعش به اتهام کشتار 370 عراقی در جنوب موسل محاکمه می شوند عبدالستار بیرقدار سخنگوی شورای عالی قضایی عراق در این باره گفت نیروهای امنیتی هشت تروریست که عضو یک خانواده و مسئول اقدامات داعش در جنوب موسل بودند را بازداشت کردند و افزود، این افراد به مشارکت در ارتکاب وحشیانه ترین جنایت های کثیف در حق نیروهای امنیتی و غیر نظامیان اعتراف کردند. عمدهی جنایات آنان در حفره بزرگ و عمیق در منطقه حمام العلیل رخ داده است. این حفره بدنام که حاصل یک نشست طبیعی بزرگ زمین است، الخسفه نام دارد و در 8 کیلومتری جنوب موسل قرار گرفته و یکی از بزرگترین گورهای جمعی داعش محسوب می شود. این عناصر برای اجرای ادامه خود از این حفره استفاده می کردن. بیرقدار تاکید کرد که متهمان در اعدام 370 غیر نظامی و افراد منتصب به نیروهای امنیتی و بازداشت 400 تن از ساکنان موسل شرکت داشتهاند و اعتراف کردند که به وحشیانه ترین جنایت ها در حق آنان دست زدن. بنابراین باید تدابیر لازم در مورد آنان طبق قانون مبارزه با تروریسم اتخاذ شود. نیروهای امنیتی عراق پس از نه ماه عملیات نظامی در جویه 2017 میلادی تسخلات کامل خود در شهر موسر را اعلام کردند و در اواخر ماه اوت به طور کامل استان نینوا را به کنترل خود درآوردند.